به طور کلی فرض بر اینه که آشنایی ما با غرب که از اوایل قرن 19 هم آغاز میشه سرآغازی هست بر اولا ترجمه شدن آثار فلاسفه و نویسندگان غربی به زبان فارسی، باز شدن پای رمان به مفهوم یک ژانر روایی جدید به صحنه ادبیات فارسی و به دنبال اون نوشته شدن اولین رمان‌های مدرن فارسی که هم خریداران خیلی فراوان پیدا می‌کنن و هم اصولاً تأثیر خیلی زیادی در فضای ادبیات ایران می‌ذارن. اولین داستان‌هایی که به زبان فارسی نوشته شده بیشتر جنبه تاریخی داره، یعنی در یک تقسیم بندی کلی ما میتونیم اونا رو به رمان‌های تاریخی تقسیم بکنیم، یعنی نامگذاری بکنیم. این داستان‌های تاریخی باز در یک نگاه خیلی کلی به دو گروه قابل تقسیمه. یک گروه اونایی هستن که نویسنده‌های اونا در به پیروی از جو و فضای حاکم بر فرهنگ ایران در اون روزها و شاید فرهنگ جهان خیلی با شیفتگی و شاید تا حدودی افسون زدگی به دوره پیش از اسلام و باستانی تاریخ ایران نگاه میکنن و داستانهایی رو که مینویسن در واقع چراغون میکنن با تصویری که از کوروش و فراوهر و همه اون واقعا شکوه و جلالی که تصور می رفت که اون دوران بهش آراسته است، اینا داستاناشون رو آرایش می ده. یه گروه دیگه نویسنده هایی هستن که یه کمی جلوتر میان، مثلا دوران صفویه رو انتخاب می کنن یا مثلا داستانی می نویسن که در بر محور زندگی خواجه نظام الملک و حسن صباح دور می زنه یا مثلا رویدادهایی که با حمله مغول به ایران واقعا قابل ذکر هست. این نگاه کلی به داستان‌های تاریخی ایران یک چیز رو نشون میده و اون اینه که هیچ جایی برای تاریخ معاصر ایران در این داستان نخستین داستان‌های تاریخی که نوشته میشه باز نمیشه. یعنی ما از تاریخ معاصر، از رویدادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی که سرنوشت آدمها رو در اون روزگار رقم میزنن، ما اثری در این داستانها نمیبینیم. شاید کتابی که آقای رکنزاده آدمیت مینویسه به اسم دلیران تنگستانی جزو اولین نمونه های داستانهای فارسیه که تاریخ معاصر رو وارد صحنه داستان میکنه. دلیران تنگستانی در سالهای اشغال جنوب ایران بعد از جنگ بین الملل اول به دست یعنی قوای انگلیس میگذره و در واقع در نقدی که جمالزاده بر این کتاب مینویسه اون رو یک واقعا سرودی از وطن پرستی و میهن پرستی ایرانی ها میدونه. اما ما برای اینکه با تاریخ معاصر به صورتی که زنای نویسنده نوشتن بخوایم آشنا بشیم باید صبر بکنیم تا سالی که سیمین دانشور داستان سووشون رو مینویسه. داستان سووشون داستانی هست که باز در جنوب ایران میگذره، منتها در سالهای بعد از جنگ بین الملل دوم، برخلاف کتاب رکزاده آدمیت که به دوران یعنی به جنگ بین الملل اول میپردازه. نکته ای که مهمه اینه که بعد از جنگ بین الملل دوم اصولاً یک دوره 7-8 ساله از آزادی نسبی نوشتن چه برای روزنامه ها چه برای نویسنده ها وجود داره و باز شدن پای تاریخ معاصر در واقع یکی از پیامدهای فرخنده این آزادی هست که خیلی زیاد هم دوام نمیاره، اما مهمترین تأثیری که میذاره این هست که پای
تاریخ معاصر رو برای همیشه به داستان فارسی باز میکنه. یعنی بعد از اون تمام داستانهایی که در پس زمینه های تاریخی میگذرن همشون در تاریخ معاصر ایران میگذرن، که شاید مثلا از نمونه های خیلی خوب اون که زیاد هم مورد توجه خواننده ها قرار گرفته چشمهایش بزرگ علوی باشه، که در اون شخصیت داستانی هست به نام ماکان که نقاشه، و بزرگ علوی برای پردازش شخصیت ماکان هم از زندگی کمال الملک و هم از زندگی تقی ارانی که جزء اون گروه 53 نفری بوده که مدتی رو در زندان گذرونده و در زندان هم از پادر میاد کمک میگیره، و شخصیت خیلی بیاد موندنی از ماکان نقاش میافرد. کتاب سیمین دانشور در واقع در آخرین سال قرن 13 شمسی، یعنی در سال 1299 به دنیا میاد. از در خانواده به دنیا میاد که اهل علم و ادب و دانش هستن و جزو شاید اولین زنای ایرانیه که دکترای ادبیات فارسی میگیره، به تمام به دانش زمان آشناست و با جلال آل احمد که یکی از شخصیت‌های روشن فکر و سرشناس زمانه هست ازدواج میکنه و سالیانی از عمرش رو با اون میگذرونه، و جدا از اون به دلیل همین زندگی کردن با دانشور فضای زندگی اینا، یعنی فضای خونه اینا، محل رفت آمد همه روشنفکران و نویسندگان و شاعران زمانه است، و در واقع فضای خونه تبدیل میشه به همه اون جریان‌های فکری و سیاسی و مذهبی که در سیاسی که در بیرون از فضای خونه می‌گذره. اتفاقی که می‌افته به این که این عقاید سیاسی و فرهنگی و اجتماعی از فضای اجتماع به درون خونه ها نشت میکنن، این اتفاق بسیار فرخنده‌ایه، اتفاق بسیار مهمی در ادبیات داستانی که اصولا فضای فرهنگ ایران رو متحول میکنه. در داستان سووشون که شاید مشهورترین داستان سیمین دانشور هست، همه رویدادهای سیاسی در واقع در درون خونه اینا میگذره. زری که قهرمان داستانه یک شوهری داره به اسم یوسف، که این یوسف سرگذشتش خیلی شبیه به سرگذشت یوسف به صورتی که ما در متون مذهبی و داستانی میبینیم، یعنی هم جفای روزگار رو باید پشت سر بذاره و هم نابکاری و دورویی و دسیسه کسایی که در مورد هر دوشون، هم در مورد یوسف قصص مذهبی و هم در مورد این یوسف، هر دو برادرها هستن که علیه اون یک اقداماتی میکنن و بالاخره یوسف به یک تیری که از یک کمون آدم ناشناسی پرتاب میشه از پادر میاد. با مرگ یوسف خونه زری در واقع سیاه پوشه، و تکنیک روایی که خانم دانشور به کار میبره اینه که تاریخ مرگ یوسف رو 29 مرداد مینویسه، و نشونه ای از این آشکارتر برای اینکه خواننده بتونه بین 29 مرداد و رویدادهای 28 مرداد 1332 که در اون حکومت دکتر مصدق از کار برکنار میشه و تحولات عمده‌ای در صحنه اجتماع و فرهنگ ایران رخ میده، خواننده بلافاصله این ارتباط رو برقرار میکنه. در سووشون تحولی که اتفاق میفته که تاریخ معاصر وارد اونجا میشه،
همونطوری که عرض کردم مفهوم خانه تغییر میکنه. یعنی ما اگه به ادبیات کلاسیک فارسی نگاه کنیم، خونه به معنایی که امروز ما باهاش سر کار داریم در ادبیات کلاسیک فارسی اصلا جایی نداره. در اونجا اگه قهرمانان و پهلوانان داستانها سری به فضای خونه بخوان بزنن، از قصرهای باشکوه و کاخهای جواهر نشان سر در میارن، یا اینکه دنبال این میگردن که یک شبی رو فارغ از اغیار در شبستان خونه ها دور از دیگران بگذرن. از خونه به صورتی که محل زندگی آدمایی باشه که با جهان بیرون در تعامل و رفت و آمد و کنش مقابل هستن، ما در ادبیات کلاسیک نشونه آشکاری نداریم. یعنی اگر به این صورت ما نگاه کنیم، اتفاقی که میفته با اینکه مفهوم خانه به دنبال متحول شدن مفهوم تاریخ در ادبیات فارسی تغییر میکنه، اینه که فضای داستان، فضای حرکت شخصیت‌های داستانی که در ادبیات کلاسیک فضای همه جهانه، این از جهان به سرزمین، از سرزمین به شهر و از شهر به خانه تقلیل پیدا میکنه و کوچیک میشه. ولی این کوچیک شدن به معنای واقعا کم شدن نقش و اهمیت اون نیست، ولی اینکه این خانه‌ای که از نظر فضای جغرافیایی فضای خیلی کوچیکی رو اشغال میکنه، در واقع آینه‌ای هست که تمام تحولات و رویدادهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی زمانه رو در خودش منعکس میکنه. این کسایی که در مورد سووشون سیمین دانشور نوشتن، بسیاری از اونا به این نکته اشاره میکنن که سووشون از نظر عقاید و افکاری که در داستان مورد ستایش قرار میگیره، به شدت تحت تاثیر نوشته ها و اندیشه های آل احمد. یعنی دانشور تمام اون توانی رو که داره که در پردازش شخصیت‌های داستانی به کار می‌گیره، اون رو نثار شخصیت‌هایی می‌کنه که در واقع الگوی اونها از داستان‌ها، نوشته‌ها و آثار جلال آل احمد گرفته شده. مدت زمانی در حدود 20 سال می‌گذره و در ظرف این 20، در فاصله این 20 سال، جلال آل احمد البته سال تقریبا همزمان با انتشار سووشون از دنیا میره و در چاپی که بعد از این منتشر میشه، سیمین دانشور کتاب رو به جلال آل احمد که جلال زندگیش است تقدیم کرد. 20 سال از انتشار 21 دو سال از انتشار سووشون میگذره و اونجاست که سیمین دانشور در این فاصله با چشمای دیگه‌ای داره، یعنی به جهان نگاه میکنه. یعنی این شاید از بزرگترین امتیازای نویسنده‌ای به نام سیمین دانشوره که مدت زیادی در این حالت افسون زدگی و این حالتی که درش از سنجیدن و دونستن و شناختن و بعد داوری کردن بر اساس دانسته ها خبری نیست، سیمین دانشور مدت زیادی در این حالت باقی نمیمونه و میرسه به نقطه‌ای که از ستایش به سنجش میرسه. یعنی میتونه درست نگاه کنه هم به اندیشه های آل احمد، هم به اون چیزی که در صحنه فرهنگ و اجتماع میگذره و هم به همه تحولاتی که جهان داره پشت سر میگذره. و اون وقت هست که میاد کتاب جزیره سرگردانی رو می‌نویسه. یعنی جزیره سرگردانی از سه داستان به هم پیوسته، یعنی تریلوژی تشکیل شده که همه اونا عنوان سرگردانی رو یدک می‌کشن. یکیش جزیره سرگردانی، یکیش ساربان سرگردانه و یکی هم یه چیز دیگه که به هر حالت کلمه سرگردانی در عنوان کتابا به کار میره.
سیمین دانشور که در این دوران مفهوم دیگه ای از تاریخ در ذهنش توسعه پیدا کرده، در نگارش جزیره سرگردانی یک تکنیک خیلی جالب روایی به کار میگیره که در ادبیات داستانی ایران تا اون موقع اصلا سابقه کاربردی نداره. یعنی میاد روایتی مینویسه که این روایت در یک خانه دو طبقه میگذره، اینو تبدیلش میکنه به یک خونه دو طبقه. طبقه خونه بالای این خونه محل زندگی آدمایی هستن مثل آل احمد، مثل شریعتی، مثل خلیل ملکی، مثل خیلی از روشنفکران دیگه اون زمانه که در واقع بهترین سالهای زندگی سیمین دانشور در گفتگو و معاشرت با اونا گذشته و سالیانی از عمرش رو در افسون اندیشه های اونا فرو رفت. اینا ساکنان طبقه بالا هستن که آدمایی هستن واقعی، ما میشناسیمشون، ولی البته دیگه زنده نیستن. و طبقه پایین خونه محل زندگی شخصیت‌های داستانی هست که سیمین دانشور در جزیره سرگردانی خلق میکنه. اگر بچه مشترک ساکنان طبقه بالا رو اعتقاد اونها به یک جهان آرمانی، حالا هر کدوم اونها به تناسب عقایدشون، مثلا خلیل ملکی با جلال آل احمد فرق داره و دیگران، ولی همه اینا یک دنیای آرمانی در نظر دارن و تلاششون در جهت تحقق اون آرمانه. این بچه مشترک تقریبا کسایی است که در طبقه بالای این خونه دو طبقه ای که سیمین دانشور در جزیره سرگردانی میسازه زندگی میکنه. شخصیت‌های داستانی که در طبقه پایین زندگی می‌کنن هم یک بچه مشترک دارن. همه اینا در افسون اندیشه‌ها مثل زمان جوانی خود سیمین دانشور، در افسون اندیشه‌های ساکنان طبقه بالا فرو رفتن و در واقع بدون اجازه اندیشه‌های اونا قدمی بر نمی‌دارن. تکنیک سنجیده و آگاهانه سیمین دانشور در برخورد با این شخصیت‌های داستانی اینه که اینا رو که افسون زده یک آرمان متعلق به طبقه بالا هستن، اینا رو در زندگی و اجتماع رها میکنه و تقریبا تمام اینا در کوره راه‌های سیاست و اجتماع گم میشن و سر از بن‌بست در میارن. بعد اونجاست که سیمین دانشور با چندین آینه هم در داستان سر کار میذاره که اینا همه این فضاهای مختلف رو در همدیگه منعکس میکنن و اونجاست که صدای سیمین دانشور به عنوان نویسنده به گوش میرسه که برای اینکه آدم در عالم سیاست راه درست بره به آگاهی ها، به دانش ها و تجربه های زیاد نیاز هست و کار جهان و سیاست رو نمیشه از طریق زیر و زبر کردن خیلی سریع رویدادها به سامون رسون. و اونطوری که اعتقاد سیمین دانشوره و چندین بار در نوشته هاش بهش اشاره میکنه که از طریق نوشتن، از طریق داستان، از طریق آموزش، از طریق افزایش سطح آگاهی آدم ها خیلی بهتر میشه جهانی آفرید که در اون زندگی به صورت آرامتر و دلنشینتری جریان داشته باشه. این تحولی که در با نوشته های سیمین دانشور در مفهوم تاریخ در ادبیات ایجاد میشه، به طور کلی ادبیات داستانی ایران رو در سالهای بعد به دنبال میکشه، به طوری که ما امروز در ادبیات داستانی اصلا کسی سراغ گذشته های دور نمیره و اگر احیانا مثلا آدمی مثل جواد مجابی یک یادی از گذشته باستانی بکنه، برای اینکه تابوت یک پادشاه باستانی
از سراسر دوره‌های تاریخ عبور کنه و آثار اشتباهات و کجروی‌های خودش رو در رویدادهایی که در دوره‌های مختلف تاریخ در سرزمینش رخ میده ببینه. در ادامه این خط روایی هست که بسیاری از زنان نویسنده داستان‌هایی می‌نویسن که هر کدومشون واقعا به نوبه خودشون داستانهایی هستن بسیار تاثیرگذار و بسیار مهم. و در ادامه اون هست که شهرنوش پارسیپور در داستان توبا و معنای شب رو می‌نویسه. توبا و معنای شب شهرنوش پارسیپور واقعا از بسیاری جهات داستانی است بسیار با اهمیت. یعنی روایت زندگی یک سرزمین، یک درخت و یک زن در فاصله بین انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی. یعنی توبا در حدود 100 سال عمر میکنه و در طول این 100 سال که عمر میکنه همراه با سرزمینی که بهش درش زندگی میکنه و همراه با خانه‌ای که درش زندگی میکنه و درختی که در اون خونه هست که اسمش درخت توباست، مثل نام خود توبا، این از تمام زیر و بمهای تاریخ ایران در ظرف این 100 سال عبور میکنه و همچنان که دنیای بیرون از خانه متحول میشه، خونه‌ای که توبا درش داره زندگی میکنه به این تحولات پاسخ میده و همراه با این تحولات دچار دگرگونی و تغییر میشه. مثلا اگه نمونه هاش خیلی زیاده واقعا، ولی اگر به عنوان نمونه اشاره بکنیم، به موقعی که به اشغال آذربایجان به وسیله قوای شوروی که همزمان با اون ما با یک موج مهاجرت آذربایجانی ها به شهرهای دیگه من جمله تهران سر و کار پیدا، یکی از این خانواده های آذربایجانی سر از خونه توبا در میارن و پردازش خیلی دقیق و ستودنی پارسیپور از شخصیت هایی که این از افراد این خانواده درست یک آینه ای هست که گرایش های سیاسی و فکری اون زمانه ای رو که داستان در درش اتفاق میفته نشون میده. مثلا اسماعیل که پسر بزرگ این خانواده است، درست مثل خیلی از روشنفکران ایرانی در اون زمان گرایش های چپ داره و یک جهان ایدئالی رو برای خودش مجسم کرد. وقتی که بعد از سالهای بعد از 28 مرداد و اینا میرسیم و به تدریج جریانهایی در ایران پا میگیره که هم رنگ مذهبی داره و هم رنگ سیاسی، باز بالاخره توبا میبینه که مثل اینکه مدت زیادی که به دیوارهای اصلا به خونه رسیدگی نکرده، این خونه مثل اینکه داره دیواراش فرو میریزه و تصمیم میگیره که از یک بنایی استفاده خواهش کنه که بیاد و این خونه رو تعمیر کنه. بنا و خانواده‌اش در خونه توبا موندنی میشن. پردازش شخصیت هایی که افراد خانواده این بنا در واقع تمام اون جریان هایی رو که در بیرون از خونه توبا داره میگذره در پردازش شخصیت اینا آدم به عیان میبینه، از نظر گرایش ها و راه هایی که اینا تعقیب میکنن و میرن. یعنی در واقع این خونه توبا در ظرف این 100 سال یک آینه ای هست که جهان بیرون از خونه توبا در اون منعکسه و تمام این جریان‌های فکری و سیاسی از دیوارهای خونه توبا نفوذ می‌کنن و داخل خونه توبا میشن. مثلا یکی از ویژگی‌های این داستان که حالا ربطی به شاید به تاریخ نداره اینه که شاید جزء اولین داستان‌های فارسیه که از سبک رئالیسم جادویی که اون موقع در کشورهای آمریکای لاتین خیلی رونق داشته این پیروی میکنه و داستان یک سیر مداوم و مکرری بین واقعی و جادویی داره. ولی
آگاهی سیمین آگاهی پارسیپور معنای جادو رو هم در این داستان متحول میکنه. یعنی ما اگر هر وقت که به جادو فکر کنیم به یاد گذشته های دور میفتیم و کسایی که با بخور و یک حرکات و اینا بالاخره یک کارایی میکردن که با از کارهای واقعی به نظر عجیبتر و غیر قابل باورتر بیان. ولی جادوی داستان شهرنوش پارسیپور جادوی فکرها و اندیشه های نو هست که از کشورهای دور به فضای خونه توبا و به فضای سرزمین توبا وارد میشن. و این واقعا یک نگاه خیلی آگاهانه‌ای به جریان‌های تاریخی میخواد که یک کسی بتونه مفهوم جادو رو به این طریق از گذشته به فکرهای نو مرتبط کنه. این توجه پارسیپور اصولا به اندیشه، داستان توبا و معنای شب رو از نظر ارتباط بین زن و اندیشیدن در بین داستان‌های فارسی متمایز می‌کنه. توبا همونطوری که اگر کسایی که داستان رو خونده باشن می‌دونن که زن دختر یک آدمی هست به اسم حاجی ادیب. حاجی ادیب در واقع علوم زمانه خودش رو همه رو می‌دونه، ولی آدمی هست که دانش سنتی داره و معتقده که زمین چهار گوشه و ساکنه. روزی که حاجی ادیب میشنوه یا میخونه که زمین گرده و به دور خودشو به دور خورشید میگرده، تا 24 ساعت توی خونهش همینطور راه میره تا اینکه بتونه این تفاوت بین زمین ساکن و زمین چرخنده رو در ذهن خودش حل کنه. و دقیقه ای که این رو میپذیره که زمین گرده و میچرخه، یک نگاهی به زیر زمین خونه میندازه و میبینه که توبا و اون زنهای دیگه در زیر زمین نشستن و دارن قالی میبافن. در این لحظه درخشان روایی حاجی ادیب به این نتیجه میرسه که اون زنها هم میاندیشن و تصمیم میگیره که به توبا تمام چیزی رو که میدونه، تمام دانشی رو که میدونه به توبا بیاموزه. از قرآن و بعد گلستان و شعر حافظ و اینا شروع میکنن و توبا از زمان بچگی با دانش مرسوم زمانه خودش آشنا میشه و با هنر اندیشیدن آشنا میشه، به طوری که در این 100 سال زندگی توبا همیشه نامش و حتی شهرنوش پارسیپور اصلا کلمه فکر و تفکر رو به کار نمیبره، بلکه همیشه اندیشه و اندیشیدن رو به کار میبره. هر مشکلی که داره توبا راه میره و میاندیشه و از طریق اون اندیشیدن برای مشکلی که باهاش روبرو هست راه حلی پیدا میکنه. و این پیوند خوردن زن و اندیشه از اتفاقات بسیار مهمیه که در ادبیات داستانی ایران اتفاق میفته و ما آثارش رو به صورت‌های مختلف هم در داستان و هم در صحنه اجتماع و زندگی میبینیم. باز یکی دیگه از تحولاتی که شهرنوش پارسیپور در اون تصورات کلی حاکم بر زمانه میده مفهوم انسان اولیه است. ما اگر که به طور کلی فکر بکنیم به سرآغاز آفرینش و به نخستین انسانی که وجود داشته، اون تصویری که به خاطرمون میاد جنبه مردانه داره. یعنی ما سرآغاز رو، اون انسان اولیه رو در یک تصویر و شمایل مردانه در ذهنمون جا انداختیم و پذیرفتیم. ولی این توبای داستان توبا و معنای شب در روایتی که شهرنوش پارسیپور به دست میده با اون جای اون انسان اولیه رو میگیره، یعنی آفرینش از توبا آغاز میشه. چون همونطور که عرض کردم خدمتتون، این داستان بین واقعی و جادو در حرکته، یعنی
از جهت سبک نگارش به رئالیسم جادویی نزدیک. اون انسان اولیه الگوش شخصیت توباست و تمام زنان و مردان دیگه از الگوی شخصیت توبا آفریده میشه. اینا اگر که اینا رو همه رو واقعا کنار هم دیگه بذاریم، به یک تصویر، به یک تحول دیگه‌ای که با وارد شدن تاریخ معاصر و نقش زنان نویسنده در کشوندن پای تاریخ معاصر و رویدادهای سیاسی و اجتماعی به داستان فارسی باز میکنن، اینه که تصویر زن در ادبیات داستانی به طور کلی متحول میشه. باز ما اگر که به ادبیات کلاسیک فارسی نگاه کنیم، در غزل‌های فارسی ما می‌بینیم که زن یک زن آسمانی و اسیریه و تمام شعر حافظ و سعدی و اینا در و بسیاری شعرهای دیگه در ستایش این موجود اسیری و دست نیافتنیه. یعنی اون آدم، ما نمیتونیم اون زن رو مجسم کنیم که در خونه نشسته مشغول زندگی عادیه. وقتی هم که پای داستان نویسی به معنی امروزش بعد از این ترجمه ها به ادبیات فارسی باز میشه، یعنی رمان نویسی آغاز میشه، بعد از اون گروه داستان های تاریخی ما با گروه دیگه از داستان سر کار پیدا میکنیم که باز در یه تعریف کلی داستان اجتماعی شناخته شده. در این داستان ها آثار کسایی مثل محمد مسعود، مثل مشفق کاظمی، بسیاری نویسنده های دیگه که نگاه کنیم، زن اون از اون زن اسیری و آسمانی و دست نخورده و پاک اثری نمیبینیم، بلکه چون که در اون سالیان مفهوم شهر هم در ادبیات، یعنی شهر اصلا در ایران به وجود آمده و زندگی شهرنشینی معنا پیدا کرده، شهر آلوده با زن، در واقع زنی که تمام اون صفات آسمانی و دست نخوردگی رو از دست داده، یکی میشن. یعنی اگر شما داستانهای مشفق کاظمی و محمد مسعود رو نگاه کنیم، اینا در شهر میگذرن و زنایی که در اون داستانها هستن هیچ کدوم به صفاتی که امروز ما زن ایرانی رو باش میشناسیم و زن داستانی ایران رو باش میشناسیم اینا آراسته نیستن. یعنی آلودگی های شهر منعکس میشه به آلودگی تصویر زن در ادبیات. با باز شدن پای تاریخ معاصر به ادبیات فارسی و با داستانهایی که در درجه اول نویسندگان زن ایرانی می نویسن، ما با تصویری از زن آشنا میشیم که خونه و زندگیش رو اداره میکنه، از عهده کار کردن و کمک کردن به زندگی خانواده برمیاد، کتاب میخونه، دانشگاه میره، درس میخونه، درس میده و همراه با تحولاتی که در بیرون از خونه و در فضای اجتماع و سرزمینش میگذره متحول میشه. و اینا رو ما در واقع به مقدار زیاد مدیون تلاش زنان نویسنده ایرانی هستیم که نمونه هاش واقعا خیلی زیاده، به طوری که امروز اصلا صحبت کردن از ادبیات فارسی، یعنی بگیم که ادبیات زنان، اصلا کاری است که خیلی دقیق نیست. امروز صحبت کردن از ادبیات زنان در حکم صحبت کردن در مورد کلیت ادبیات معاصر فارسی، بسیاری از شناخته شده ترین داستانهایی رو که بعد از این در این سالیان اخیر نوشته شده، اینا رو زنان نویسنده ایرانی نوشتن. ما همه با نمونه های اون داستانهای خانم زویا پیرزاد، داستانهای فریبا وفی، منیرو روانی پور و بسیار دیگه آشنا هستیم.
و حتی به شهر خودمون به آتلانتا که میرسیم، مثلا خانم ناهید کبیری داستانهایی که داره، به خصوص این داستان آخرش، داستان تیراندازی در باکت، این حتی دیگه موضوع داستان و اون چیزی که سرنوشت قهرمانای داستانی رو رقم میزنه از مرزهای ایران دیگه فراتر میره. یعنی این جهانیه، سرگذشتی است که همه مردم جهان میتونن در همزمان تجربهش بکنن. یعنی یک آدمی که به دلایلی که اصلا ربطی به اون آدمایی که از بین میبره نداره، از زندگی دل زده است، خسته است و یه روزی اسلحه به دست میگیره و میره آدمایی رو که اصلا نمیشناسه و هیچ کدومشون در سرنوشتی که اون باهاش ناسازگاره هیچ کدوم نقشی نداشتن از بین میبره. و این داستانی نیست که دیگه حتی بشه مرز جغرافیایی براش در نظر گرفت. اینا داستانهای جهان شمولی هستن که همه مردم جهان در آن واحد اونو میفهمن و با مشکلات و مصائبی که از اون ناشی میشه سر و کار پیدا میکنن. یعنی اون کلمه همدردی به معنی لغویش، به معنی ریشه خودش، امروز در این داستانهایی که نوشته میشه معنا پیدا میکنه. یعنی سرنوشت‌های عام بشری، فارغ از رنگ، فارغ از جنسیت، فارغ از هر نوع عامل متمایز کننده دیگه، امروز وجه مشخصه ادبیات داستانی شاید همه جهان، حالا در مورد ایران صحبت میکنیم، داستان فارسیه که نویسنده های زن ایرانی به خصوص با متحول کردن مفهوم خانه، با متحول کردن رابطه افراد خانواده با همدیگه، با متحول کردن تصویر زن به وجود آوردن. و ما واقعا یک سپاس بزرگ به همه نویسندگان ایران، به خصوص نویسندگان زن ایرانی که امروز صحبتشون هست،